بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همکاران گرامی و خسته نباشید. با توجه به شرایط پاندمی کرونا و وضعیتی که کلاس‌های حضوری با شرایطی که در بیمارستان هست امکان پذیر نیست، کلاس کنترل عفونت سال 99 بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی و آموزش‌هایی در ارتباط با بیماری کرونا به صورت وبینار برگزار میشه که در خدمت همکارا هستیم. اسلاید‌هایی تهیه شده از موارد دستورالعمل‌ها، آموزش‌ها و ابلاغیه‌هایی که وزارت خونه برای بیمارستان‌ها ارسال کرده و مواردی که به صورت جامع در کمیته کنترل عفونت مصوب شده به تمام همکاران اطلاع رسانی شده. به طور کلی مروری هست بر دستورالعمل‌های ابلاغی و آیین‌نامه‌های اجرایی در بیمارستان. یک کوریکولوم آموزشی رو ما مصوب کردیم با توجه که این کلاس‌های کنترل عفونت برای تمام کارکنان بیمارستان پرستاری و اداری و پاراکلینیک باید کاربردی باشه. مجموعه ای از دستورالعمل‌ها هستش که قسمتش مربوط به کلیه کارکنان هست که من اونجا تأکیدی رو میکنم برای کلیه کارکنان و قسمت‌هایی که مربوط به کارکنان پرستاری هست اونها هم تأکید میکنم. اگه تأکیدی در این قسمت‌ها میشه بابت اینه که همکاران بتونن استفاده مناسب‌تر و بهتری رو از این آموزش‌ها داشته باشن. مبحث اول مبحث احتیاطات استاندارد هست. احتیاطات استاندارد احتیاطاتی هست که کلیه کارکنان در بیمارستان موظف به رعایت اونها در ارتباط با کلیه بیماران و مواجهه با ترشحات خون و مایعات بدن بیماران هستند، چه این بیماران عفونی باشند یا نباشند. احتیاطات استاندارد 8 مورد هستش. مهمترین چیزی که در احتیاطات استاندارد باید مورد توجه قرار بگیره رعایت بهداشت دست هست که در این ایام پاندمی کرونا به صورت بسیار عالی کارکنان بیمارستان به خاطر حفظ سلامتی خودشون و سلامتی بیمارانشون در حال رعایت کردنش هستند. دیگه تاکید مجدد رو این امر نمی کنم چون با سلامتی خودتون ارتباط مستقیم پیدا کرده. به دو صورت رعایت بهداشت دست، به صورت شستشو با آب و صابون و هندراب در کلیه بخش ها الزامی هست. در بخش هایی که به پاندمی کرونا هست ما به همکاران تاکید کردیم که رعایت بهداشت دست و استفاده دستکش با هم دیگه میتونه مکمل رعایت ایمنی خودشون و کارکنان و بیمارانشون باشه. دومین مورد استفاده از وسایل حفاظت فردی به صورت مناسب در زمانی که مواجه با ترشحات بیمار دارند. مورد بعدی توجه به دفع صحیح سرسرنگ و سرسوزن. آیتم بعدی پاکسازی و نظافت محیط در صورت آلودگی و به صورت روزانه که امر بسیار مهمی هستش، خصوصا در شرایط پاندمی کرونا. با خود در بخش‌های پاراکلینیک بیمارانی که دارن مراجعه میکنن بعضی مواقع تشخیص و افتراق بیماران کووید و غیر کووید از همدیگه غیر ممکن هست. بنابراین باید حتما به این اصول توجه مهمی بشه. وسایلی که بین بیماران به صورت مشترک استفاده میشن مثل وسایل معاینه دستگاه ایکیجی، اکوی پورتاب و مال وسایلی که به این صورت دارن بین بیماران مشترک استفاده میشن حتما باید بعد از استفاده برای هر بیمار ابتدا تاکید میکنم ابتدا پاکسازی. اگه آلودگی از ترشحات خون و مواد زائدی روی دستگاه ایجاد شده باید حتما اول پاکسازی انجام بشه و بعد از اون وسیله به صورت صحیح ضد عفونی بشه. این قسمت رو من یه توضیح کوچیک خدمت همکاران باید بدم که این ضد عفونی به سه سطح تقسیم بندی میشه: لو لول، های لول، اینترمدییت و های لول. لو لول در مورد وسایلی هست که با پوست سالم بیماران در تماس هستش. در مورد وسایل اینترمدییت، وسایلی که تو بخش استفاده میشه و با مخاطات سالم بیماران در تماس هست، و وسایل های لول یا استریلیزاسیون وسایلی هستش که ما بر موارد محیط استریل بدن استفاده میکنیم، مثل تیغه لارنگوسکوپ. تیغه لارنگوسکوپ چون بعد از اون اینتوباسیون و احتمال انتقال عفونت ها به دستگاه تنفسی بیمار هست حتما باید از محلول های لول استفاده بشه. و وسایل جراحی چون وارد بدن بیمار میشن بعد از پاکسازی شستشو ضد عفونی حتما باید با یک وسیله مناسب و روش مناسب استریل کردن اون انجام بشه. آداب مربوط به سرفه و عطسه رو حتما با رعایت کنیم. اگه موقعیتی قرار میگیریم
که عطسه و سرفه داریم یا باید با دستمال کاغذ صورتمون رو بپوشونیم یا اینکه از ماسک استفاده بکنیم و یا در صورتی که دسترسی نداشتیم از کنج آرنج به این صورت استفاده بکنیم. در مورد بیمارانی که احتمال میدیم بیماری های عفونی و واگیردار دارند، در مورد این بیماران حتما باید شرایط ایزولاسیون رو تا تشخیص قطعی بیمار رعایت کنیم. نظام سندرومیک حتما باید به این همکارای ما توجه داشته باشن. بیمار رو ترجیحاً تو اتاق یک تخت بستری میکنیم، احتیاطات لازم رو بر اساس تشخیص افتراقی و نظام سندرومیک انجام میدیم تا تشخیص قطعی بیمار این رو احتیاطات باید رعایت بشن. وسایل دور ریختن انداختنی و پاک البسه و ملحفه باید حتما به طریق صحیح تفکیک بشن. وسایل دور انداختنی تفکیک پسماندها، عفونی، خانگی و دارویی وسمنسجورات هم به دو دسته کثیف و عفونی تقسیم بندی میشن. همونجور که همکارا اطلاع دارن تمام زباله ها و پسماندها در بخش های آی سی یو، اتاق عمل، دیالیز و بخش اتاق عمل همه عفونی حساب میشن. اتاق‌های ایزوله عفونی هم پسماندهاشون عفونی، اما الان در شرایط پاندمی کرونا ما تقریباً یک پارتمون عفونی هست، یعنی بخش‌هامون عفونی شده که تمام پسماندهای تولید شده در بخش‌های پارت دی و بخش‌هایی که به صورت متناوب یا در شرایط خاص بیمارستان دارن اختصاص به بخش‌های کووید پیدا می‌کنن، تمام پسماندهای عفونی میشن. توجه داشته باشین که جمع‌آوری در کیسه دوز دولایه و با برچسب مخصوص و نقل و انتقال صحیح باید انجام بشه. مورد بعدی از مواردی که همکاران باید توی بخش‌ها رعایت کنن احتیاطات ایزولاسیون هست. احتیاطات استاندارد رو نام بردیم، اما در مورد بیمارانی که با شرایط انتقال بیماری رو دارن باید یه سری احتیاطات رو رعایت بکنیم. احتیاطات هوایی برای بیمارانی هستش که بیماریشون عامل بیماری با اندازه کوچکتر از 5 میکرون یا ذرات گرد و غبار حاوی عامل عفونی هستش باید رعایت بشه. احتیاطات قطرات برای جلوگیری از انتقال به وسیله آرسل‌های درشت‌تر و بزرگتر از 5 میکرون هست، مثل بیماری آنفولانزا که از راه قطرات میتونه منتقل بشه و همین بیماری کرونا، پاندمی کرونا که الان وجود داره بیشترین راه انتقالش قطرات و ذرات تنفسی هستش. اما اگه برای بیماری که راه انتقالش احتیاطات قطرات هست، پروسیجرهای خاصی انجام میشه، مثل CPR، برونکوسکوپی و لوله گذاری اینتوباسیون برای بیمار انجام میشه، با توجه به اینکه این پروسیجرها میتونن ذرات آرسل ایجاد بکنن، حتما باید احتیاطات هوایی رعایت بشه. و نهایتا احتیاطات تماسی هست که برای جلوگیری از انتقال ارگانیسم های کلونیزه شده مثل عفونت های مقاوم به درمان، عفونت های محل عمل جراحی به صورت تماس از راه تماس دست میتونن منتقل بشن و همین خاطر باید احتیاطات تماسی رعایت بشه. همونجور توی تو پوستر مشاهده میکنید قبل از ورود به اتاق و قبل از خروج از اتاق باید یه سری موارد رو رعایت کنیم. در مورد احتیاطات هوایی مهمترین عامل ماسک N95 هست که همکارا باید رعایت بکنن و استفاده بکنن و قبل از خروج اتاق حتما باید ماسک رو در اتاق پیش ورودی و سطل زباله زرد رنگ که در این اتاق داره خارج بکنن. اما در بخش هایی که ایزوله عفونی هست این اقدام در نهایت زمانی هست که شیفت من پایان پیدا میکنه و میخوام به خارج از بخش و همکارا منزل تشریف ببرن یا تایمیه که میخوام برای اتاق استراحت برن، آبی استفاده بکنن، غذایی بخورن یا یه تجدید استراحتی داشته باشن و بتونن دوباره به بخش برگردن، باید حتما ماسکشون رو عوض بکنن و در جای مناسبی رو قرار بدن. احتیاطات تماسی هم حتما لزوم به استفاده از گان داره، چون امکان داره گان و دستکش هست، چون امکان داره وسایل و چون امکان داره ترشحات بیمار رو لباسشون بریزه و از راه دست منتقل بشه. نکته اساسی و مهم در تمام احتیاطات رعایت بهداشت دست و استفاده از وسایل حفاظت فردی و قبل از خروج از اتاق هم خروج صحیح دستکش از دست، رعایت بهداشت دست و خارج کردن وسایل حفاظت فردی تو اتاق پیش ورودی هست. نباید وسایل داخل بخش و اتاق تریتمنت و استیشن پرستاری برده بشه.
نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی بسیار مهم هست، هم به جهت ایمنی خودتون، هم به جهت ایمنی بیماراتون. اگه پروسیجر رو میخواید برای بیمار انجام بدید که نیاز هست که پروسیجر تمیز و استریل باشه، بنابراین استفاده از دستکش تو مرحله آخر بسیار مهم هستش. و زمانی هم که خارج کردن وسایل هستش، حفظ سلامتی خودتون مطرح هست. برابر این از نقاط کثیف که دستخاک هست شروع میکنیم، دستکش رو خارج میکنید، دست بهداشت دست رو رعایت میکنید، شیلد و عینک خارج میشه، گان رو در میارید، ماسک و نهایت هم مجدد رعایت بهداشت دست هست که تمام این موارد به صورت پوستر در اختیار همه همکاران داخل بخش ها قرار گرفته. یه دستورالعمل هم برای همکاران تو شرایط پاندمی کرونا نوشتیم، با توجه به اینکه سوال‌های متعددی بود که بخشایی که کووید هستن به چه صورت، همکارانی که تو قسمت پاراکلینیک کار میکنن از چه وسایل حفاظت فردی رو باید رعایت کنن، یا قسمت‌هایی مثل اتاق عمل که شرایط خاص خودشون رو دارن، که ما این موارد رو نوشتیم که چند تا رو من خدمتتون مثال میزنم. بخش‌های بستری بیماران کرونا، چه جنرال چه ویژه، همکاران ملزم به استفاده از ماسک N95، لباس یک سره، دستکش، شیلد صورت و روکفشی هستند. همکارانی که تو اتاق عمل کار میکنن، اگه بیمار به صورت بیهوشی جنرال، همکارانی که تو اتاق عمل کار میکنن و بیمار بیهوشی جنرال رو دریافت میکنه، با توجه به اینکه شرایط بیماران الان به این صورت هستش که نمیتونیم کرونا و غیر کرونا رو به صورت قطعی تفکیک بکنیم، مثل همکارانی که داخل بخش‌های ویژه کرونا کار میکنن، باید تمام الزامات رو رعایت بکنن. درمانگاه‌هایی که بیشتر تو قسمت درمانگاه‌هایی که بیشتر با بیماران کووید سر کار دارن، مثل داخلی، ریه، عفونی، این بیماران درمانگاه‌هایی که بیشتر با بیماران عفونی و بیماران کرونا سر کار دارن، مثل عفونی، ریه، چشم، ENT و پزشک عمومی، حتما باید الزامات ویژه کرونا، ماسک N95، گان، دستکش و شیلد رو رعایت بکنن. موارد رو تمام تو دستورالعمل هست و خدمت همکاران ابلاغ شده. رعایت بهداشت دست، رعایت بهداشت دست تا سال گذشته، خب ما رعایت بهداشت دستمون تو بیمارستان عددهایی که به دست می اومد عملا خب نیاز به تشویق داشت، نیاز به توجه، آموزش یا یادآوری به همکاران داشت. اما در شرایط حال همکاران با توجه به اینکه شرایط خاص شده و ایمنی خودشون بسیار مهم شده، رعایت بهداشت دست رو بسیار خوب انجام میدن. حتی این آیتم در مورد پزشکان هم به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده. سطح بهداشت دست بین کارکنانمون تقریبا به بالای 70% رسیده که خیلی عالی هستش. ولی چند تا نکته مهم هست که خدمتتون فقط یادآوری میکنم. اگه دستاتون آلودگی قابل رویت دارن، ترجیحاً آب و صابون رو استفاده کنید. اگه بیمار مبتلا به یک میکروارگانیسم اسپورزاست، مثل کلستریدیوم دیفسیل یا باسیل آنتراسیس، حتما بعد از هر بار مراقبت از بیمار دستها رو باید با آب و صابون بشورید. راب روی اسپورها تأثیری نداره. مثل حالا مثال رو براتون خدمتتون، کلسترول دفیسیل عامل اسهال است، عامل اسهالیه که معمولا به دنبال استفاده از آنتی بیوتیک ها برای بیماران ایجاد میشه. نشانه هاش هم چیه؟ اسهال آبکی به مدت 2 روز بیشتر طول بکشه و بیماری هست که آنتی بیوتیک های متعددی استفاده میکنه. آنتی بیوتیک ها میتونن کلیندامایسین، آمپیسیلین و سفالوسیبین ها باشن. باسیل آنتراسیس هم عامل بیماری سیاه‌زخم است. خیلی ما تو مارستان تا حالا من خودم رویت نکردم، و اگر مریض مواجهه داشته یا تشخیص افتراقشون باسیل سیاه‌زخم بود، حتما به این نکته توجه داشته باشین که هندراب نمیتونه تأثیری بر روی این باکتری داشته باشه. لاک زدن و ناخن مصنوعی میتونه آلودگی باکتری رو ایجاد بکنه، به همین دلیل برای تمام کارکنان درمانی ممنوع هست. قبل از انجام اسکراب جراحی، چه به روش راب چه به استفاده از بتادین، شستشوی کامل دست ها با آب و صابون الزامی هست. دست ها پس از تماس با خون و مایعات بدن و ترشحات دفعی، چه دستکش پوشیده باشید چه نپوشیده باشید، حتما باید با آب و صابون شستشو انجام بشه.
اسلاید بعدی هم پروسیجرهای رایجی که تو بیمارستان هست و انجام میشه رو به صورت خلاصه آوردیم و مواردی که همکارا باید رعایت کنن. مثلا در پروسه سوندگذاری که به صورت یه پروژه خیلی رایج در تمام بخش‌های بیمارستان هست، رعایت بهداشت دست به صورت الگوراب، دستکش استریل و ماسک، حتما باید همکارا این سه تا وسیله شرایط رو رعایت بکنن. نمونه گیری از مغز و استخوان، فونکسیون مغز و استخوان، الکوراب، دستکش استریل، ماسک، گان و شانه پرفوره به صورت استریل حتما باید رعایت بشه و بقیه موارد رو تو اسلاید میتونید مشاهده بکنید. مبحث بعدی بحث عفونت‌های بیمارستانی هست. عفونت‌های بیمارستانی بیشتر برای کارکنان پرستاری و همکارانی که تو بخش‌های درمانی به عنوان پرستار کار می‌کنن مهم هستش. یکی از مهمترین علت‌های مرگ و میر و افزایش هزینه تو بیمارستان عفونت‌های بیمارستانی هستند. 25-50% بیمارانی که تو بخش‌های ویژه بستری میشن دچار عفونت‌های بیمارستانی میشن. شایع‌ترین عفونت بیمارستانی عفونت ادراری هست که معمولاً 45% عفونت‌های بیمارستانی رو شامل میشه که از این 45% 80% عفونت‌هاشون ناشی از سوندگذاری‌ها هستن. پنومونی دومین عفونت شایع بیمارستانی هست که ونتیلاتور و تنفس مکانیکی مهمترین عامل ایجاد وب هست. 30% عفونت های بیمارستانی رو هم عفونت های محل عمل تشکیل میده. هرچند که علم پیشرفت کرده و اقدامات پیشگیرانه مثل تهویه های مناسب در اتاق های عمل، روش های جدید استریلیزاسیون، پلاسما و روش های جدید جراحی مثل لاپاروسکوپیک ها و آرتروسکوپیک ها و انجام جراحی های بسته، استفاده از آنتیبیوتیک های پروفیلاکسی داره استفاده میشه، ولی همچنان عفونت های محل عمل باعث افزایش LOS، مورتالیتی و موربیتی بیماران بستری در بیمارستان ها هستند. عفونت های ناشی از کاتیترهای عروقی هم 10-20% عفونت های بیمارستانی رو تشکیل میدن. هرچند عفونت ها فراوانیشون کمتر از سایر عفونت های بیمارستانی است، اما به دلیل اینکه میتونن موارد مرگ و میر زیاد و عوارض بیش زیادی رو برای بیماران ایجاد کنن بسیار پر اهمیت هستند. در مورد عفونت‌های بیمارستانی نکات مهمی که وجود داره غیر از پیشگیری شناساییشون هست و بحث گزارش‌دهیشون هست. یکی از شاخص‌های بیمارستان برای وزارت بهداشت آمار عفونت‌های بیمارستانی هست که به صورت یک سامانه و نرم‌افزاری هستش که ما این آمار و اطلاعات رو بر روی سیستم ثبت می‌کنیم. حالا در مورد گزارش‌دهی موارد مشکوک، چه قطعی چه مشکوک، باید به دپارتمان کنترل عفونت بر اساس این دیاگرامی که مشاهده می‌کنید گزارش بشه. گزارش موارد به این صورت هستش که یا اطلاع رسانی از طریق پزشک یا سوپروایزرهای بالینی انجام میشه، این گزارش انجام میشه، یا همکاراتون پرستار داخل بخش‌ها شناسایی میکنن و در سامانه ثبت عفونت‌های بیمارستانی ثبت میکنن، یا بررسی‌های روزانه کشت‌های مثبت بیماران که دسترسی به دپارتمان کنترل عفونت داده شده و این آمار رو ما کنترل میکنیم، موارد خاص رو با بخش هماهنگ میشیم و تماس میگیریم و شناسایی انجام میشه. تکمیل فرم هست، همکارا تکمیل میکنن، فرم رو برام میفرستن. در مواردی که مریض به عنوان مشکوک هست و شک زیادی به عفونت بیمارستانی وجود داره، در این موارد مشکوک رو با پزشک کنترل عفونت یا مشاور ما میکنیم، به صورت تلفنی ازشون سوال میکنیم، یا اینکه پزشک معالجشون برای بیمار مشاوره عفونی رو درخواست میکنن. بر اساس نظر متخصص عفونی تشخیص عفونت بیمارستانی قطعی میشه، در سامانه ثبت میشه و این آمارها در کمیته کنترل عفونت به صورت هر سه ماه یک بار گزارش میشه. به صورت جمعی به بخش‌ها هر سه ماه یک بار ما گزارش میکنیم و در صورتی که نیاز به اقدام و مداخله خاصی در قسمت، بخش یا گروه خاصی وجود داشته باشه این اقدامات انجام میشه. اولین فرایندی که تو عفونت‌های بیمارستانی خدمتتون توضیح میدم، عفونت بیمارستانی عفونت خون هستش که همونجور که تاکید کردیم چون میتونه عامل مورتالیتی و موربیدیتی زیادی بشه و مشکلات جدیدی رو برای بیماران ایجاد بکنه بهش تاکید میکنیم. علائم هست که به صورت هایپرترمی هست در بیماران بالای 1 سال، تب بیشتر از 38 درجه،
بروز علائم در بیماران به زیر یک سال تب کمتر از 38 درجه هایپوترمی بیشتر مشاهده میشه. عفونت خون تشخیص داده شده در آزمایشگاه هستش. با علائم حتما توجه بکنید و مهمتر از همه که آیا بیمار بیشتر از 48 ساعت در بیمارستان بستری بوده یا نه که این علائم رو پیدا کرده. اگه جواب بله است، آیا زمان بستری علائم رو داشته یا نداشته، من روی یکی از دیاگرام ها این موارد رو خدمت شما روش شناسایی رو توضیح میدم، بقیه رو به صورت مختصر و خلاصه از روش میگذرم، به خاطر زیر وقت از روشون رد میشم. آیا بیشتر از 48 ساعت بیمار زمان بستری علائم رو داشته یا نداشته؟ خیر، نداشته. پس این مریض چون بعد از 48 ساعت دچار علائم شده، عفونت بیمارستانی است. حالا دوباره برمیگردیم به سوال اولم، آیا بیمار بیشتر از 48 ساعت در بیمارستان نه بستری نبوده؟ باید از مریض سوال کنیم که آیا سابقه بستری در بیمارستان ما یا بیمارستان دیگه رو کمتر از 30 روز دیگه یک ماه قبل داشته یا نداشته. اگه بیمار اظهار کرد که کمتر از یک ماه قبل در بیمارستان ما یا بیمارستان دیگه بستری بوده، به خاطر اینکه فاصله بستری قبلیش با بستری جدید کمتر از 30 روزه، پس عفونت بیمارستانی محسوب میشه. اما اگه جواب بیمار منفی بود، این بیمار عفونت بیمارستانی نیست. این روش شناسایی عفونت‌های بیمارستانی هست که حتما همکارا باید به این نکته توجه داشته باشن. نکات مهم در پیشگیری در عفونت‌های بیمارستانی، رعایت وابسته به کاتترهای عروقی. یکی استفاده از بهداشت دست هستش که حتما همکارا انجام باید رعایت بکنن. کنترل ارزیابی مستمر محل کاتترها و تعویضه به موقع اونها بر اساس دستورالعملی هست که من دستورالعمل رو بعد از این اسلاید خدمتتون آوردم. استفاده از ماسک، دستکش استریل، شانه پرفوره و گان استریل حین کارگزاری کاتترهای ورید مرکزی، CVP، کاتر میدلان، PIPICC که در بخش NICU کاربرد داره و کاتر شریان فمورال، ضد عفونی محل تعبیه، کاترهای ورید مرکزی به ترتیب اولویت، کلورهگزیدین با غلظت بیش از 0.5%، با یا بدون الکل و الکل 70 درجه در و بتادین. حتما اول از کلورهگزیدین یا الکل باید برای محض ضد عفونی محل استفاده میکنیم، صبر میکنیم خشک میشه، بعد از بتادین استفاده میکنیم. بتادین رو با گاز پاک نمیکنیم، صبر میکنیم بتادین در محل خشک بشه. اینا رو حتما توجه داشته باشن که خدای نکرده بیماران دچار عفونت نشن. من به صورت چند تا فقط نکته مهمش رو خدمت همکارو تذکر میدم. وقتی آی وی بیمار رو تعویض میکنید، باید تمام اتصالاتی که مربوط به اونه، ست سرم، ست کاس، سراکی، هپارین لاک رو هم تعویض بکنید. در صورتی که بیمار تعریق فراوان داره یا مشکل انعقاد خونی داره، حتما از گاز جهت پانسمان محل کاتیتر استفاده بکنید. این دستورالعملی که خدمت همکارا دادیم به صورت کامل ویرایش شده، ویرایش جدیدش رو انجام دادیم، خدمت شما معرفی، خدمت شما ارسال می‌کنیم. موردی که اضافه شده کاتر PIC که فقط تو بخش NICU هستش و مهمتر از همه در مورد کاتر کتدان هست. اگه در محل تو تمام کاترهای مرکزی، اگه تو محل کاتر نشت خون یا سروز دارید، استفاده از پانسمان شفاف ممنوع هست. باید حتما از پانسمان با گاز استریل استفاده کنید. در شیرخواران کمتر از 2 ماه هم کلورهگزیدین ممنوعیت مصرف رو داره. این دستورالعمل به صورت کامل هستش که همکارا باید توجه کامل رو داشته باشن. مدت زمان ماندگاری کاتر تو بعضی از کاترها دقت بکنید، نیاز به تعویض روتین وجود نداره، ولی هر موقع انسداد، عفونت و تو بررسی که شما انجام دید کاتر دیگه کارای خودش رو نداشت، در اولین فرصت باید کاتر جابجا بشه. در مورد ملحقات خود کاتر هامون هست، ست سرم، باکستر سرم، میکروست، نیدل هایی که به استفاده میشه، ست های فیلدر ها، موارد رو همه رو مشخص کردیم. خدمت همکارا که حتما توجه کنن در بخش NICU میکروستمون هر 24 ساعت هست و بیمه امپولش رو میده، حتما همکارا رعایت بکنن. اما در مورد تزریقات ایمن، آیتم دیگه ای که وجود داره بحث تزریقات ایمن هستش که محلولی که رای CDC توصیه میکنه به صورت کلی که آماده سازی پوست هست، محلولی که توصیه کرده کلورهگزیدین کلوکونات 2% هست، اما در بیشتر کشورها از الکل 70% در این استفاده میشه. پنبه ها حتما باید به صورت بسته‌بندی یا یک بار مصرف باشن یا اینکه با اتوکلاب استریل شده باشن. ما نامه ای رو خدمت همکارا داخل بخش فرستادیم، بخش هایی که نیاز دارن به پنبه استریل به هر شرایطی وجود داره نیاز دارن که پنبه رو به صورت از فدای الکلی نمیتونن استفاده کنن و از پنبه باید استفاده کنن، زحمت بکشن نامه نگاری بکنن و CSR این کار رو براشون انجام میده.
مورد بعدی ویال های مولتیپل دوز هست. یکی از عامل انتقال عفونت ها از طریق کتر های عروقی ویال های مولتیپل دوز هست. قابلیت استفاده بیشتر از یک بار رو دارن. این ویال ها دارای مواد نگه دارنده دارن مثل انسولین. به خاطر همین تو باکتری ها رو میتونن غیر فعال بکنن، اما روی ویروس ها تأثیری ندارن. ویال های مولتیپل دوز ویال هایی هستن که قابلیت استفاده بیشتر از یک بار رو دارن به خاطر مواد نگهدارنده ضد میکروبی که در این ویال ها به کار برده شده. ولی این مواد نگهدارن نیاز به زمان معینی رو دارن که بتونن باکتری هایی که اگه احیانا داخل ویال شدن رو غیر فعال بکنن. این زمان حدود 2 ساعت هست. بنابراین اگه برای استفاده کاری میخواین ویال رو استفاده بکنین، به این تایم حتما توجه داشته باشین. دقت بشه که ویال هایی که بدون مواد نگهدارنده هستن اینا سنگل دوز هستن و به صورت چند بار استفاده نشن. به دستور عمل کارخونه سازنده حتما توجه کنید. سوزن رو به هیچ وجه روی ویال در پوش پلاستیکی قرار ندید. قبل از اینکه سوزن رو داخل در پوش پلاستیکی کنید حتما به الکل استفاده بکنید و اجازه بدید که الکل روی سطح پوشش پلاستیکی یا کلر هگزیدین روی پوشش سطح پلاستیکی ویال خشک بشه. در مورد واکسن ها حتما باید به تاریخ اولین روزی که واکسن استفاده شده توجه کنید، چون بیشتر از 4 هفته قابلیت استفاده رو ندارند. مورد بعدی بحث عفونت های بیمارستانی، عفونت محل عمل هست. عفونت های محل عمل فقط من خدمت شما دیاگرام رو گذاشتم، همکارا توجه رو داشته باشم. مثل عفونت خون حتما به تاریخ بستری توجه میکنیم، ولی در مورد عفونت های محل عمل بعضی از عمل های جراحی مثل کراتومی، عمل برس، عمل قلب، بایپس عروق کرونر، فیوژن ستون فقرات، جا اندازی باز شکستگی، ترمیم هرنی و چند عمل دیگه که قید شده، این عمل هایی هستن که تا 90 روز اگه بیمار برگشت پیدا کنه و علائم عفونت رو داشته باشه حتما عفونت بیمارستانی هست و باید زحمت بکشن گزارش دهیشو انجام بدن. در مورد عفونت های محل عمل، راه های پیشگیری قبل از عمل جراحی رو داریم، هین عمل جراحی و بعد از عمل جراحی. قبل از عمل جراحی مدت زمان بستری رو باید کاهش بدیم. کنترل قند خون بیماران هست که کاندید عمل جراحی هستن، حتما باید قند خونشون کنترل و بررسی بشه. حتی تو بعضی از تکس ها اشاره شده که هموگلوبین A1C بیماران حتما باید چک بشه که یک قربارگری انجام بشه. اگه بیماری خودش زمینه دیابت رو داره شناسایی بشه و اقدامات اساسی براش انجام بشه. کوتاه نمودن موهای محل عمل است که تو کمترین زمان قبل از عمل انجام بشه. استحمام شب قبل از عمل هست. استفاده از پماد موپیرسین 2% که سازمان بهداشت جهانی برای عملهای جراحی قلب، ارتوپدی، نوروسرجری و ایمپلنت گذاری رو 5 روز قبل از عمل توصیه کرده که این پماد موپیرسین رو باید در بینیشون استفاده بکنن که محل کولنیزاسیون استافیلوکوک اوروس هست که بعد از عمل جراحی مشکلی رو نداشته باشن. و استفاده از آنتیبیوتیک های پروفیلاکسی بر اساس پروتکل های کشوری هست. حین عمل، مهمترین نکته در حین عمل بحث حالا استریلیزاسیون وسایل، ترچیزات، اسکراب جراحی که به طریقه صحیح انجام بشه، کنترل ترددها، اجای تهویه مناسب، ممنوعیت استفاده از سیستم گرمایش و سرمایش موضعی، پنکه کولر در اتاق عمل ممنوع هست، بسته بودن در با اتاق عمل و از همه مهمتر حفظ اکسیژن خون بیمار 2 تا 6 ساعت بعد از عمل، جهت اینکه ریسک عمل رو کم بکنیم و توجه به مایع درمانی بیمار که نه بیمار زیاد مایع بگیره و نه کمتر که دچار ادم بافتی بشه. اگه عمل طولانی مدت شد، بیشتر از 3 ساعت طول کشید، حتما تعویض دستکش ها انجام بشه. بعد از عمل جراحی هم حفظ دمای بیمار در محدوده طبیعی. اگه بیماری از اتاق عمل به بخش مراجعه میکنه و لرز داره، حتما به این هایپوترمی بیمار باید توجه بشه و اولین تعویض پانسمان بیمار توسط تیم جراحی انجام بشه. اگه مشکلی چیزی هست خودشون بررسی رو انجام بدن. در صورتی که بیمار خونریزی یا مشکلی در حین موضع جراحیش داشت، حتما پرستار موظف هست که این کار رو انجام بده و به تیم جراحی اطلاع رسانی کنه. آموزش زمان ترخیص بسیار مهم هست. حتما به بیماران باید تفریح مراقبت از زخم و علائم عفونت رو توضیح بدیم که در صورت که کوچکترین مشکل و موردی رو داشتن به بیمارستان یا پزشک معالجشون مراجعه بکنن. سومین عفونت بیمارستانی رو که توضیح میدیم عفونت علامتدار مجاری ادراری هست. به علائم بیمار حتما باید توجه کنیم. بحث تب، سوزش ادرار، تندرنس، تکرر ادرار، کشت مثبت.
در مورد این بیماران هم حتما باید به این دیاگرام توجه کنیم که بیمار بیشتر از 48 ساعت در بیمارستان باید بستری باشه، زمان بستری علائم نداشته باشه یا سابقه بستری کمتر از 30 روز رو داشته باشه. به صورت خلاصه، نکات مهم در پیشگیری از عفونت ادراری وابسته به سوندگذاری، سوند رو حتما با سایز کوچکتر انتخاب کنیم، رعایت تکنیک آسپتیک رو باید حتما انجام بدیم، حفظ سیستم درناژ ادراری به شکل بسته در زمان سونداج و تمام مدت، یعنی به این صورت که ابتدا یورین بگ رو باید به انتهای سوند بسل بکنیم، مطمئن بشیم که شیره انتهای یورین بگ بسته است و بعد اقدام به سوندگذاری انجام بدیم. مهمترین نکته تو نمونه گیری از این بیماران برای کشت ادرار یا نمونه ادرار هست. اگه بیماری دستور انجام UIUC رو داره و سوند ادراری داره، نیم ساعت قبل از نمونه گیری سوند رو کلم کنید، دستکش رو بپوشید. اگه سوند محل مخصوص نمونه گیری داره، با پنبه الکل یا بتادین محلول ضد عفونی کنید، سوزن رو با زاویه 90 درجه وارد قسمت بکنید و ادرار رو داخل سوند به داخل سرنگ بکشید. از جدا کردن یورین بگ و سوند خودداری بکنید، کاری که اغلب همکارا انجام میدن. اگر سوند پلاستیکی و قسمت مخصوص نمونه گیری رو نداره، روی سوند درست محل اتصال سوند به بگ ادراری رو با پنبه الکل یا بتادین ضد عفونی کنید، سوزن رو با زاویه 45 درجه وارد کنید و ادرار رو داخل سرنگ بکشید، به ظرف استریل نمونه گیری منتقل بکنید. به هیچ عنوان یورین بگ نباید روی زمین قرار بگیره و مهمتر از همه به محض رفع اندیکاسیون کاتتر ادراری رو باید هر چه سریعتر خارج بکنید، خصوصا در افراد مسن، افرادی که دچار نقص سیستم ایمنی هستند یا در خانم ها. در اینم اسلاید بعدی هم در مورد تجهیزات و وسایلی هست که در عفونت‌های ادراری تاثیر دارن، که نوان تعویزشون به چه صورت هست که مشخصا اینجا قید شده. بگ ادراری نیاز به تعویز نداره در صورتی که ترشحات بیمار خونی یا ادراری باشه یا اینکه لیکیج پیدا کرده باشه، نیاز داره که عوض بشه. مورد بعدی عفونت بیمارستانی وب هست. وب بر اساس معیار شناسایی CPIS کلینیکال پولمونری اینفکشنز اسکور یه معیارهایی رو مشخص کردن. اولا بیمار باید 2 روز حداقل به ونتیلاتور وصل باشه، 48 ساعت به دستگاه وصل باشه. بدتر شدن تبادل گازی در بیمار باید برابر معیارهای زیر مشخص بشه. بیمار باید 6 امتیاز رو بگیره، 20 پوینت در FI2 افزایش رو داشته باشه، حداقل افزایش 3 میلیمتر آب در پیپ داشته باشه و بروز هایپرترمی یا هایپوترمی داشته باشه، لوکوپنی یا لوکوسیتوز رو داشته باشه، شروع آنتیبیوتیک جدید رو برای بیمار پزشکشون ترجیح بده انجام بده، وجود تنفس ترشحات تنفس چرکی داشته باشه و کشت مثبت رو داشته باشه. بیماری که اسکور بالای 6 رو بگیره جزو آیتم های وب میشه. مهمترین نکته در پیشگیری از وب، رعایت بهداشت دست حین انجام و استفاده از دستکش استریل حین گذاشتن کارگزاری لوله تراش است، بالا نگه داشتن سر بیمار 30 تا 45 درجه، مراقبت های دهانی حلقه داون شویو و ساکشن، تنظیم فشار کاف لوله داخل تراشه به میزان 20 سانتی متر حدود 2 تا 4 سی سی هوا که نشتی نداشته باشه و از ریفلاکس و آسپیراسیون بیمار جلوگیری بکنه، استفاده از آب استریل در نبولایزر. آب استریل در بیمارستان داره به صورت بطری‌های آماده مصرف خریداری میشه و توزیع میشه از طریق داروخانه، ولی باز هم تو بخش مشاهده میشه که همکارا گالون به دست از بخش دیالیز دارن این آب استریل رو تحویل میگیرن. خواهشان این فرایند رو توی بیمارستان حذف کنید و همه از آب استریلی که تهیه میشه برای نبولایزرها در بخش آیسو ها استفاده کنن. و از همه مهمتر توجه به فلومترهای اکسیژن هست، تاریخ ریختن آب مقطر روی فلومتر ثبت بشه و روزانه ضد عفونی و در صورت عدم استفاده هفته یک بار انجام بشه و پزشکان متخصص آیسو هم سعی کنند هر چه سریعتر بیمار رو اگه شرایطش رو داشت از دستگاه جدا بکنن. اسلاید بعدی در مورد شرایط و مواردی هستش که به عفونت وب برمیگرده، تاریخ تعویزشون و شرایط نگهداری اونها هست که دیگه من توضیح خاصی رو نمیدم، فقط در مورد چست باتل در صورتی که استریلیتی از بین رفت و سیستم بسته درناژ از بین رفت، باتل شکست جدا شد از چستی به بیمار، حتما باید چست باتل عوض بشه. در صورت پر شدن 3/4 حجم باتل باید حتما باتل تعویز بشه، تخلیه نباید بشه و استفاده مجدد نباید بشه، یا در صورتی که ترشحات چست بیمار بدبو و خونی باشه.
مورد بعدی، دیاگرام بعدی در مورد آتبریک های بیمارستانی هست. آتبریک مواردی هست که خارج از عرف معمولی در بیمارستان اتفاق میفته. عفونت محل جراحی با استرپتو گروه آ یک مورد هم آتبریک هست. عفونت های بیمارستانی همزمان که توسط یک ارگانیسم ایجاد میشه و بروز سری عفونت ها در بخش تشخیص بیماری های واگیرد عفونی با قابلیت سرایت و مرگ و میر بالا مثل تپهای خونریزنده، سرخک، آنفولانزای خودی و پرندگان. اما الان بروز پاندمی کرونا که در تمام کشور هست جزو آتبریک های جهانی محسوب میشه. گزارشاش به صورت گزارش سرپرستار و مسئول شیفت هست. سامانه کمیته اضطراری کنترل عفونت باید سریع فعال بشه، اطلاعات باید بررسی بشه، در صورت تایید در کمیته اضطراری کنترل عفونت بررسی های لازم انجام میشه و موارد اصلاحی به بخش ها اطلاع رسانی میشه. یه دستورالعمل کلی رو داریم در مورد آتبریک بیمارستانی. اگه تو بخشی اتفاق افتاد و شما شرایط آتبریک رو احساس کردید اتفاق افتاده، سریع بیمار رو باید ایزوله کنید، به بیمار و همراهش آموزش های بهداشت فردی رو بدید، کارکنان وسایل بهداشت فردی رو به بهداشت و حفاظت فردی مناسب رو باید رعایت بکنن، ابزار مشترک بین بیماران رو حذف کنید، برای بیمار اختصاصی قرار بدید و مشاوره عفونی که سریعتر انجام بشه و تشخیص قطعی گذاشته بشه. انتهای مبحث آتبریک رو رسیدیم. با توجه به ضیق وقت مطالب رو در دو قسمت ضبط میشه، خدمت شما ارائه میشه. انشاءالله مبحث بعدی رو با مبحث مواجهه شغلی و پاندمی کرونا در خدمت شما هستیم. با تشکر از توجه شما.